تابو شکنی با رقص و آواز در یکی از سنتی ترین کشورهای جهان. خواننده های افغان این بار در کابل در برابر ده ها زن و مرد با چهره و پوششی متفاوت حضور یافتند. پارادایس رپخوان جوان آهنگش را هم با موضوع زنان آغاز کرد، در زمانی که تنها چند روز از حادثه غم‌انگیز پغمان گذشته. خب متاسفانه باید بگم که خیلی مشکلات زنها در کشورمون زیاد هستن. امیدوارم روزی برسه که دیگه از مشکلات نخونیم. البته یک آهنگ جدید داریم که درباره قدرت زنان است و امیدوارم که این کمک کنه که زنان بیشتر بلند شن و قدرتشون رو نشون بدن. برگزار کنندگان این جشنواره هم میگویند با اهدای جوایز به بهترین های موسیقی میخواهند چهره دیگری از افغانستان به نمایش بگذارند. هدف ما برگزاری این برنامه در افغانستان این بود که ما بتانیم نشان بدیم بر اولین بار چهره جدید افغانستان که افغانستان میتونه یک اوارد شو داشته باشه به سطح معیاری و هو هم در کشوری که چندین سال از جنگ زده است. در این جشنواره به بهترین ها در بخش های آهنگسازی، غزلخوانی، نوازندگی، شعر، محلی خوانی، رپ و دیگر بخش ها که هم از نظر داوران و هم با رأی مردم انتخاب شده بودند جایزه اهدا شد. از جمله جایزه بهترین آوازخوان مرد به عبید جوینده و بهترین آوازخوان زن به آریانا سعید داده شد. برگزار کنندگان این جشنواره که کار خود را سال گذشته با برگزاری اولین جشنواره در زمینه معرفی بهترین های رسانه‌های افغانستان در لاس وگاس آمریکا آغاز کردند میگویند 6 ماه است برای برگزاری این جشنواره در کابل تدارک می‌بینند. برگزاری این برنامه با استقبال مقام‌های وزارت فرهنگ افغانستان هم مواجه شده. هنرمندان و موسیقی دانان همه دست به دست هم بدن و وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ زمینی پیشرفت و حمایت از هنر و هنرمند متعهد و باقی و اصیل را فراهم می کنند. زنان و مردان افغان در مراسم های اینچنینی در کابل در حال شرکت می کنند که هر روز خبرهای ناامنی از هر گوشه کشور منتشر میشه. حتی در بیرون از همین باغ ده ها مامور پلیس مشغول تامین امنیت هستند. حضور در چنین تجمعی در چنین شرایطی نشان میده که هنوز افغان ها امید به زندگی بهتر از دست ندادند. واسع سروش،